برای صحبت بیشتر در این خصوص آقای سید نادر آموزگار، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی از تهران همراه ما هستند. سلام و عرض ادب دارم خدمتتون. آقای آموزگار، به نظر شما آیا هشدارهای سازمانهای حقوق بشری و عفو بین الملل در تغییر رویکرد عربستان و سعودی مؤثر است و از این پس می توانیم شاهد آزادی بیان مخالفان به ویژه شیعیان در این کشور باشیم؟ سلام و عرض ادب و ارادت خدمت شما و همکاران عزیزتون و بینندگان عزیز برنامه. عربستان اگر هم با این هشدارها و این اخطارها به طور موقتی وضع حقوق رعایت حقوق بشر رو در کشورش بهبود بده و این کنفرانس رو برگزار کنه، به نظر نمیرسه بتونه در دراز مدت به این وضعیت ادامه بده و ما بتونیم شاهد بهبود و رعایت حقوق بشر در اون کشور باشیم، چون تناقض‌های زیادی که بین سیاست‌های بن سلمان با فرهنگ اون کشور وجود داره، آزادی بیانی که در اونجا وجود نداره مثل خیلی کشورهای دیگه دیکتاتوری و غیره، اجازه این کار رو به عربستان نمیده متاسفانه. سپاس از شما سید نادر آموزگار، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی از تهران.